شمول این کلام شلاق رو حکم اعدام ضد اجتماع سین قانون خط میکشم رو مهر و امضا پر از نفرت مسیرش قدم قانون تا روز اجراش راه بی بازگشت بدون جبران بدون اصلاح تناب دارب سار کنترل و سرکوب کجای جهان توحش جلو دار خبط بوده جمعیتی تو قانونی که خودش خشم توشه اون انسانیست آرامش جامعه است که معدومه کشتم با صلیب سنگسار محکوم از ارتفاع پرتاب یو اس ای صندلی الکتریک شمشیر عربی تو دست جلاد اتاق گاز زنده به گور گیوتین و برکه خون تزریق سم بدون درد عمل کریه و وجه خوب به نام اون روز که نباشه حکم اعدام نباشه هیچ جا دنیا سری بالا چوبه یه دار قرمزی پرچما نباشه از خون ما بوی امید بیاد از تک تک خونه ها به نام روزی که ندار باشه نه تزریق سم اعدام به هر روش بشه کلن ریشه کن انسانی کشته نشه دیگه با تیر و سنگ قانونو بسازیمش دوباره از زیر و بم جهان شمول این کلام شلاق رو حکم اعدام ضد اجتماع سین قانون خط میکشم رو مهر و امضا پر از نفرت مسیرش قدم قانون تا روز اجراش راه بی بازگشت بدون جبران بدون اصلاح تناب دارب سار کنترل و سرکوب کجای جهان توحش جلو دار خبط بوده جمعیتی تو قانونی که خودش خشم توشه اون انسانیست آرامش جامعه است که معدومه کشتم با صلیب سنگسار محکوم از ارتفاع پرتاب یو اس ای صندلی الکتریک شمشیر عربی تو دست جلاد اتاق گاز زنده به گور گیوتین و برکه خون قسم بدون درد عمل کریه و وجه خوب به نام اون روز که نباشه حکم اعدام نباشه هیچ جا دنیا سری بالا چوبه یه دار قرمزی پرچما نباشه از خون ما بوی امید بیاد از تک تک خونه ها به نام روزی که ندار باشه نه تزریق سم اعدام به هر روش بشه کلن ریشه کن انسانی کشته نشه دیگه با تیر و سنگ قانونو بسازیمش دوباره از زیر و بم شب و روزتان خوش احمد رفعت هستم به اعدام بس است برنامه از سازمان حقوق بشر ایران خوش آمدید. لحظاتی پیش از آغاز ضبط این برنامه مطلع شدیم که شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان توماج صالحی خواننده رپ شناخته شده و مردمی ایرانی را به اعدام محکوم کرده است. اگه دیدی درد مردمو ولی چشاتو بستی ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی اگه از ترس یا واسه منفعتت خوده کردی تو هم دست ظالم هستی تو هم مجرم هستی اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونا رو میریختن گرفتار کسبتی وقتی جون جوونا رو میگیرن اگه وسط بازی وسط بودی و گفتی سیاست چی هست بدون رأی سفید نداریم بی طرف نداره این جنگ اگه دست رو چشمات گذاشتی دستات خونین خائنی اگه تریبون داری و حرفات بو میدن دوری از وطن و دوربینای ما کم سو نیستن یادت باشه کسافت های پشت ابر لو میرن اگه سرپوش گذاشتی رو قتل تو هم قاتلی واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری بدون مال کشیدن تو این سیستم کامل نیست ایران اینقدر زندان داره که همتون جا بشین ژورنالیست بازاری مخبر دوزاری هنرمند درباری سوراخ موش بخر مامور مزور از بالا دستور جلاد مجبور سوراخ موش بخر سوپا پت مینان منصوب بی اختیار اصلاح طلب حزب با سوراخ موش بخر صادراتی نایی یا کسی رو رو کشار جایی بده هرچی دلار داری سوراخ موش بخر چه هنرمندی که خبر از نون بری نداری شاشیدم به اسکار تگ مردمی نباشی پاره میکنم کلافتو که دیگه چرن نبافی چه شهاب دولتی باشی چه اسقر فرهادی چه بازیکن حکومتی و چفی الیسی چه بازیگر صادراتی و اله هیکسی شما خود فروش پولی نرزه مقام فیکسین حیف زالو جیر خورا شما از خلایق نیستین لاشی کارون باب مدنی که پر نمیشه خوزستان جتون نمیخواد صاحب کل میزه آزادی گرونه باشه آزاده کشته میده یادتون باشه خون فقط با خون شسته میشه تیر بزن از پشت سر بکش تشنه ها رو به قتل حق خواه نامسلح افتخار کن بیرون مرز به جنایت بزن رنگ و لعاب رو بگیر از من مژده فردا و تقاص رو ژورنالیست بازاری مخبر دوزاری هنرمند درباری سوراخ موش بخر مامور معذور از بالا دستور جلاد مجبور سوراخ موش بخر سوپا پت مینان منصوب بی اختیار اصلاح طلب حزب با سوراخ موش بخر صادراتی نایی یا کسی رو رو کشار جایی بده هرچی دلار داری سوراخ موش بخر منتظر ناجی نباش خبری تو راه نیست نجات دهنده خودتی خودت قهرمانی من و تو اگه ما بشیم بیکرانیم ما منجی زمانیم امام زمانیم
اعدام بس است در تیتراژ آغازین و پایانی خود از یکی از ترانه‌های توماج صالحی استفاده می‌کند. بنابراین ما خود را به نوعی مدیون این خواننده که صدای مردم خودش بود، خواننده آزاده و مخالف سرسخت اعدام می‌دانیم. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای حکم اعدام توماج صالحی را شدیداً محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست که اجازه ندهد این چنین احکامی در ایران صادر شوند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این رابطه می‌گوید صدور حکم اعدام برای ابراز عقیده و خلق اثر هنری نشان از استیصال حکومت و هراس او از اعتراضهای مردمی دارد. گلازین اردستانی که با نام هنری گلا فعالیت دارد، یکی از خوانندگان ایرانی خارج از کشور است که چندین آهنگ اعتراضی، ترانه اعتراضی در کارنامه خود دارد. خانم گلازین، به اعدام بس است خوش آمدید. همکارتان در ایران توماج صالحی به اعدام محکوم شد. آیا چند ترانه اعتراضی میتواند جرمی باشد که برایش حکم اعدام، یعنی یک حکم غیر انسانی صادر کنند؟ اولا که خیلی اخبار سخت و دردناکیه، یعنی شوک کننده بود. من شوک شدم مثل خیلی های دیگه. ولی خب این رفتار باعث میشه که من به این فکر افتادم که خب قاعدتا این حکومت به ایستگاه پایانی خودش رسیده، روزهای آخرش رو داره سپری میکنه و به این دلیله که میتونه دست به چنین جنایت عریانی بزنه و یک چنین حکمی رو صادر کنه برای یک هنرمندی که اعتراضش رو فقط از طریق موسیقی داره منتشر میکنه. ببینید جناب رفعت، من فکر میکنم که این حکومت خب خیلی میدونه که هنرمندان الان صدای اتفاقاتی هن که داره در ایران میفته، درسته؟ یعنی انقلابی که شروع شد، انقلاب زن زندگی آزادی، در دو سال اخیر هنرمندان تنها سعیشون این بوده که صدای این اتفاقا باشن، صدای این انقلاب باشن و صدای مردم رو بازتاب صدای مردم باشن، چه در داخل ایران و چه خارج از ایران. و این یکی از چیزهایی که حکومت جمهوری اسلامی ازش بسیار وحشت داره و میترسه که این صداها هی بزرگتر و بزرگتر بشه، با وسعت بیشتری شنیده بشه و برای همین میخواد این صداها رو خاموش بکنه، خفه بکنه. ولی خب به نظر من بسیار سخت در اشتباهه، برای اینکه امروز دهه 60 نیست که جمهوری اسلامی و یا حکومت بتونه صدا یا صداهایی رو به راحتی خفه بکنه. توماج صالحی تنها در ایران چهره شناخته شده و مردمی نیست، بلکه در خارج از کشور هم تاکنون جوایزی دریافت کرده و شهروند افتخاری شهر فلورانس، پایتخت رنسانس اروپا هم هست. چرا با این وجود جمهوری اسلامی به خودش جرأت داد که حکم اعدام برای این هنرمند صادر کنه؟ به نظر من خب این رفتارها از جمهوری اسلامی زیاد عجیب نیست. ما میبینیم که امام جمعه تهران روز روشن میاد دزدی میکنه، هزاران میلیارد دلار زمین رو به اسم خودش میزنه و کسی کاریش نداره، ولی در زندان ها چه اتفاقاتی داره میفته، چه شکنجه هایی دارن میکنن زندانی ها رو، چه اعدام هایی میکنن. چیزی که من میخوام بگم، به نظر من مردم ایران یک هنرمندی مثل توماج رو که در اوج انقلاب زن زندگی آزادی در کنارشون بود، مثل کوه شجاعانه ایستاد در کنار مردم و صدای اونها بود، به نظر من مردم نمیذارن که جمهوری اسلامی بتونه دست به یک چنین جنایت بزرگی بزنه. و وظیفه ما هست، وظیفه بقیه هنرمندا و مردم هست که این اخبار رو بزرگتر و بزرگتر نشون بدیم، به دنیا نشون بدیم که چه اتفاقی داره میفته و که بتونیم
با یعنی بتونیم این کار رو بکنیم که این اتفاق نیفته. و ولی بزرگترین کاری که مردم میکنن، من مطمئنم، یقین دارم مردم ایران اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی دست به چنین جنایت بزرگی بزنه. حکم اعدام برای توماج، 5 سال حبس برای سامان سیدی، 2 سال حبس برای مهدی یراحی، اگرچه او با قید وثیقه فعلا آزاده. نقش ترانه های اعتراضی، موسیقی اعتراضی چقدر مهم است که جمهوری اسلامی خودش رو مجبور میبینه که این چنین احکامی رو بنای هنرمندان صادر کنه. علاوه بر این، شما فکر میکنید که در 2-3 سال گذشته که شمار بسیاری از هنرمندان ایرانی، خوانندگان در خارج و داخل کشور ترانه های اعتراضی و ترانه های در حمایت از خیزش زن زندگی آزادی خواندند، روی مردم تأثیر داشته؟ خب موسیقی یک میدیوم یعنی اینو دیگه میدونیم، موسیقی یک میدیوم بسیار قویه، به دلیل اینکه میتونه مردم رو متحد بکنه، به دلیل اینکه میتونه به ما انرژی و انگیزه بده. و خب جمهوری اسلامی و حکومت هم این رو میدونه که موسیقی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. ولی باید این رو حتما بگم که این در واقع، دوباره میگم، این مردم هستن یا اون اتفاقی که داره در ایران میفته تاثیرگذار هست روی نوشتن یک آهنگ، روی یک کار هنری که کسی میکنه. و خب قدرت موسیقی کم نیست، قدرت اینکه ما میدونیم وقتی یک آهنگ اعتراضی میاد بیرون، یک هنرمند چجوری داره صدای اعتراض مردم رو از طریق موسیقی بیان میکنه، خب خیلی تاثیرگذارتر خواهد بود، خیلی به دل میشینه، خیلی به قلب و روح مردم میشینه، چون که از طریق موسیقی داره میاد بیرون و حکومت خب از این میترسه. و قدرت موسیقی رو حکومت میدونه، همونطوری که از وقتی که انقلاب شد با موسیقی همیشه مشکل داشته و همیشه مخالفت کرده، خیلی از ژانرها مثل رپ خب باش مخالفت وحشتناک میشده از همون موقعی که انقلاب اسلامی شکل گرفت. و خب همیشه حکومت مخالف موسیقی بوده و الان هم این خب یک چیز بیشتری هست، نه تنها موسیقیه بلکه موسیقی اعتراضیه. و حکومت میدونه که روزای آخرشه و این بالاخره خیلی براش سنگین هست. با سپاس فراوان از همراهیت. ممنونم از شما. سفرای مهر نام جدیدی است که برای گشت ارشاد انتخاب کردند. البته این سفیران که تحت امر سپاه محمد رسول الله، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعال هستند، در کنار گروه دیگری که به عنوان طرح نور توسط نیروهای انتظامی به اجرا درآمده، به زنان ایران در خیابانها اعلام جنگ کردند. هر روز چندین ویدیو در شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند که این سفرای مهر و مجریان طرح نور در خیابان‌ها با برخوردهای وحشیانه زنان و دختران را به داخل ون‌های خود می‌اندازند. اگرچه در برخی موارد مردم حاضر در خیابان‌ها با آنها مقابله می‌کنند و مانع بازداشت این زنان و دختران می‌شوند. در حقیقت ما با نوعی جنگ خیابانی علیه زنان در ایران مواجه هست. زندانیان سیاسی زن نیز در رابطه با این جنگ با زنان موضع گرفتند. صدیقه وسمقی، اسلام پژوه، در پیامی از زندان می نویسد: در زندان هستم چرا که روسری فاقد توجیه شرعی و قانونی را سر نمی کنم. او در همین پیام افسوده است: سیاست حجاب اجباری سیاستی شکست خورده است که ادامه آن جز بروز رفتارهای منحط از سوی مامورین حکومتی چیز دیگری به دنبال نخواهد داشت. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، نیز در همین زمینه پیامی صوتی را از زندان به خارج فرستاده است. مردم آگاه ایران،
من نرگس محمدی هستم و صدای من رو از بند زنان زندان اوین میشنوید. گرچه 5 ماهی هست که تلفن من قطعه و من از طریق تلفن سپیده قلیان همبندیم دارم این ویس رو میدم. 1 ساعت پیش دینا قالیباف رو با بدن کبود و روایت تعرض جنسیش وارد بند زنان زندان اوین کردن. ما سالهاست شاهد روایت زنانی هستیم که تعرضها، اذیت و آزارها، ضرب و شتم هاشون توسط ماموران حکومتی که از سر گذروندن رو افشا کردن و ملت ایران و جهان شاهد اون هستن. اما امروز حکومت دینی استبدادی نه از موضع قدرت بلکه دقیقاً از سر استیصال و ضعف جنگ تمام عیاری رو علیه زنان به همه خیابان‌های کشور کشونده. ما زنها توی این جنگ بی امان یا با کشته شدنمون این جنگ رو متوقف خواهیم کرد یا مردم ایران و جهان به یاری ما به پا خواهند خواست تا بتونیم با زندگی کردن و صلح این جنگ رو متوقف کنیم و رژیم زنستیز رو بادار به عقب نشینی کنیم. مردم آگاه ایران، من از تمام شما، از همه اصناف، اقشار، روشنفکران، کارگران، معلمان، دانشجویان و هنرمندان، چه در داخل و چه خارج کشور، میخوام که علیه این جنگ تمام عیار، علیه تعرض، علیه تجاوز و ضرب و شتم زنان یکسره فریاد بشیم. مردم عزیز ایران، من از جهان و جهانیان میخوام که این جنگ وحشیانه بی امان رو که جلوه‌ای بدهیبت و مشمئز کننده از آپارتاید جنسیتی هست رو متوقف کنیم. اما صحبتی دارم با شما زنان سربلند ایران زمین. زنان سربلند ایران، حکومت مستبد بیرحم تصور میکرد که با تعرض و تجاوز به زنان اونها رو میتونه وادار به عقب نشینی بکنه. اما شما زنان بینام و نشان گمنام، از سیستان و بلوچستان تا کردستان، از خوزستان تا آذربایجان و تهران، در سراسر ایران عقب ننشستید بلکه عقب نشاندید. ما زنها مقاومت رو توی هر لحظه از زندگیمون، در هر مکانی زیر چکمه های بیرحم استبداد، توی زندان و تو خیابون داریم زندگی میکنیم. عزیزان من، روایتگری خودتون رو دست کم نگیرید. این روایت ها حکومت زنستیز رو رسوا خواهد کرد و به زمین خواهد کوبید. خواهش میکنم که روایت هاتون رو از بازداشت، از تعرض، از آزار و تحقیر و ضرب و شتم و تجاوز به صفحه اینستاگرام من بفرستید. امیدوارم که این ظلم هر چه زودتر به پایان برسه. زنده باد مقاومت، زنده باد آزادی، زنده باد زنان دلاور شکست ناپذیر ایران زمین. ما برای گفتگو در این رابطه سری به پاریس میزنیم تا با خانم مهتاب قربانی، شاعر و فعال حقوق زنان صحبت کنیم. خانم قربانی، به اعدام بسه است، خوش اومدید. ما چندی است که میبینیم که در خیابانهای بسیاری از شهرهای ایران این سفرهای به اصطلاح مهر و یا مجریان طرح نور به جنگ زنان رفتند. حتی در برخی از عکس ها مشاهده شده که این زنان سفیر مهر جلیقه ضد گلوله در خیابانهای تهران و شهرهای دیگر به تن کردند. چرا جمهوری اسلامی انقدر سر مسئله حجاب از خودش حساسیت نشون میده؟ من فکر میکنم نه فقط مسئله پوشش موی زنان، که به طور کلی بدن زنان، حقوق زنان پاشنه آشیل جمهوری اسلامی هستش. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی یک حکومتیه که حالا ظاهرش یک حکومتیه که حکومت مذهبیه، حکومت توتالیتر مذهبی هستش و مذهبش هم مذهب اسلامه. ما میدونیم که در این مذهب زنان واقعا قشر درجه 2 جامعه حساب میشن و جمهوری اسلامی میخواد روی این وایسه، به خاطر اینکه در طول این 45 سال زنان ایران نشون دادن که چقدر شجاعانه، چقدر بدون ترس از هر چیزی در مقابل جمهوری اسلامی میستن. شما ببینید، یکی از اولین تظاهرات هایی که کاملا ارگانیزه شده بود علیه جمهوری اسلامی، علیه قانون حجاب، در همون ابتدای انقلاب اسلامی توسط زنان اتفاق افتاد و من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی از همون موقع شمشیرش رو علیه زنان از رو بسته.
خانم قربانی، شما به درستی اشاره کردید که این جنگ جمهوری اسلامی با زنان تنها به مسئله حجاب خلاصه نمیشه و حق با شماست. ما با رژیمی سر و کار داریم که میخواهد نوع آپارتاید جنسیتی رو بر کشور حاکم کنه و اجرا کنه و در حال اجراست، چون بسیاری از قوانین جمهوری اسلامی هم حقوق زنان رو پایمال میکنند. آیا تنها این مسئله به اسلام ربط داره یا اینکه عوامل دیگری هم در اون دخیل هستند که باعث شدن جمهوری اسلامی اینچنین سیاست‌های ضد زن رو در دستور کار قرار بده؟ قبل از اینکه به پرسشتون پاسخ بدم باید بگم که واقعا مسئله حجاب، یعنی شما به درستی اشاره کردید، روی همه مسائل زنان رو محدود میکنه، اما حجاب در واقع مثل یک سمبول، یعنی بدیهی ترین حق یک انسان رو میخواد ازش بگیره و اون حق انتخاب پوشششه که دیگه بدیهی ترین حقیه که یک انسان داره. اما خب بله، جمهوری اسلامی یک حکومتیه که مرد سالاره و من معتقدم، شاید حالا به مذاق خیلی از مسلمانهای سنتی این حرف من خوش نیاد، ولی من معتقدم که اسلام هم یک دین مرد سالار هست و در واقع جمهوری اسلامی ایران از نظر منی که اسلام رو خوب میشناسم، اسلام رو خوب خوندم، در مقطعی از زندگیم خودم رو مسلمون میدونستم به واسطه اون تربیت اسلامی که در مدارس ایران داشتم، جمهوری اسلامی چیزی غیر از اسلام واقعی نیست و واقعا اون ریشه رو اگر ما بهش نگاه بکنیم که باز برمیگرده به همون اسلامی که میخواد همیشه نیمی از جمعیت که زنان هستند رو عقبتر نگه داره و نیمی از جمعیتی که اتفاقا به نظر من بسیار جسورن، خالقن، آفرینندن و به سادگی زیر بار زور نمیرن و ما نمودش رو در کشور خودمون در ایران هم داریم میبینیم. ولی همزمان ما شاهد هستیم که مردان هم از زنان در مبارزشون علیه جمهوری اسلامی بیش از گذشته حمایت می کنند. اگر بخوام فقط به یک مسئله اشاره کنم، حسین حسینی فوتبالیست در زمین یک زن هوادار رو آغوش کشید، بلافاصله به 300 میلیون تومان جریمه محکوم شد. البته آقای حسینی گفتش که این 300 میلیون تومان فدای سر خانم هوادار، و حالا هم میخواند او رو با شکایت نیروهای انتظامی محاکمه کنند. من خیلی خوشحال و خوشبینم وقتی به اول انقلاب نگاه میکنم که حتی بسیاری از خود زنان مطالبات زنان رو جدی نمیگرفتن، حالا چه برسه به مردان، یا وقتی نگاه میکنم به ممنوعیت، یعنی یکی از ساده ترین مثال ها، ممنوعیت صدای زن در این 45 سال و همراهی نکردن مردان خواننده با زنها، وقتی به الان میرسم میبینم جامعه ما واقعا پیشرفت کرده. من خودم در زمانی که در ایران بودم، واقعا حالا از زمانی که سنم رسید، از سال 88 که تو خیابون بودیم، حالا سال 78 خیلی بچه بودم ولی اون موقع میرفتیم تو خیابون، واقعا همراهی مردها رو میدیدم. و همینطور که اومدیم جلو، حالا رسیدیم به جنبش مهسا، ژینا، رسیدیم به زن زندگی آزادی و ما میبینیم مردها واقعا دوشادوش زنها در خیابون بودن. ما میبینیم، من الان یادم میاد به اون تصویری که اون مرد نازنینی که اسمش هم هیچ وقت مشخص نشد، سینه سپر کرد جلوی گلوله و جلوی مامورها و یک زن رو نجات داد. یا ما میبینیم در همین جنبش زن زندگی آزادی تمام کسانی که اعدام شدن، که ای کاش میتونستم از همشون اسم ببرم، همه از مردان بودن، مردانی که واقعا ایستادن پای این جنبش و ایستادن کنار زنها. و این به نظر من خیلی خیلی جای خوشحالی داره و نشون میده که جامعه ما یک جامعه پیشرست و زن و مرد کنار هم ایستادن. و من خیلی متنفرم از این تفکیک جنسیتی زن و مرد کردن و خوشبختانه دارم میبینم اینجا لازم نیست تفکیک بکنیم، انسانها کنار هم ایستادن برای که بتونن حقوق خودشون رو به دست بیارن. شما اشاره کردید به مردانی که در کنار زنان قرار دارن، ولی خب ما شاهد هستیم که زنانی هم هستند که در کنار مردان زورگو و خشن
قرار دارند و به نمایندگی از نظام بر زنان اعمال خشونت می کنند. به عنوان مثال در گزارشی که اخیراً یک نهاد آمریکایی دیدبان حقوق بشر در رابطه با تعارض جنسی و تجاوز در زندان‌ها منتشر کرده، چند زن می‌گویند که در هنگامی که به آنها تجاوز می‌شد، زنانی که در زندان هستند اونها رو نگه می‌داشتند تا مردان راحت‌تر به اونها، مردان بازجو و نگهبان، بهتر به اونها و راحت‌تر بتونن تجاوز کنند. بله، متاسفانه همه ماهایی که تجربه بازداشت و دستگیری در ایران داشتیم، خب اینو دیدیم که نگهبانهای بند زنان زنها هستند یا کسانی که تفتیش بدنی میکنن زنها هستند. اما من واقعا آقای رفعت فکر میکنم درصد اینها نسبت به درصد زنان آزادی خواه در جامعه ایران خیلی کم هستش و واقعا باید خوب آسیب شناسی بشه، ریشه یابی بشه که اینها اصلا از کجا میان، در چه محیطی بزرگ شدن، از چه خانواده هایی هستن، پیشینه شون چیه. من اینا رو نمیدونم و واقعا خیلی هم دوست دارم بفهمم. یک زمانی یک زنی که بازجو بود رو تونسته بودم زندگیش رو بیرون از زندان پیگیری بکنم و ببینم، نمیتونستم بهش نزدیک بشم، هرگز به من جواب نمیداد، ولی موفق شده بودم ببینم کجا در بهترین جای شهر زندگی میکنه، در بهترین جای شهر برای بچه‌هاش خونه خریده، همسرش حالا شهید شده بوده و ایشون شده بود بازجوی، در واقع یکی از همون مأمورهای زندانی که تفتیش بدنی میکردن، میتونیم بگیم بازجو در زندان گردشت کرج، ولی هیچ وقت نشد بهش نزدیک بشم و بفهمم که این آدم پیشینش چیه. ولی میدونم که اینها به هر حال ریشه قوی مذهبی دارن، خیلی هاشون مثل برعکس خیلی هایی که میان از ایران بیرون و مذهب قوی ندارن، حداقل تجربه شخصی من کسایی که در زندان ها کار میکنن وفادار جمهوری اسلامی هستن، ولی واقعا درصدشون نسبت به افراد آزادی خواه در جامعه ایران به نظرم خیلی 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 کمه. نه تنها سیاست یا روسری یا توسری و یا خشونت جنسی علیه زنان در زمان بازداشت و زندان، بلکه ما شاهدیم که جمهوری اسلامی جبهه‌ای هم علیه زنان هنرمند و ورزشکار گشوده. یعنی هر کدوم از زنان هنرمند و ورزشکاری که یا قوانین حجاب اجباری را رعایت نکردند و یا با خیزش زن زندگی آزادی ابراز همبستگی کردند، ممنوع کار شدند. جمهوری اسلامی داره دست و پا میزنه و مثل همه دیکتاتورهای بزرگی که در تاریخ دیدیم که هر چقدر به سقوطشون نزدیکتر میشدن، عرصه رو به مردم خودشون تنگتر میکردن، چون دیگه راهی نداشتن، دیگه مشروعیتی نداشتن. جمهوری اسلامی هم تو همون مرحله است و واقعا مردم ایران، زنان ایران ثابت کردن که هر قدمی که بیان جلو امکان نداره اون قدم رو به عقب برگردن و صد قدم دیگه میان جلو. جمهوری اسلامی بعدش نمی اومد مثل طالبان حتی تحصیل رو برای زنان ایرانی ممنوع بکنه. چرا نتونست؟ به خاطر اینکه زنها زیر بارش نرفتن و من معتقدم که امکان نداره زنان و دختران شجاع ایرانی دوباره قبول بکنن که به اون وضعیت قبل برگردن. کمان که حتی در دوره که من در ایران بودم که سرم رو به خاطر نپوشیدن حجاب اجباری شکوندن، ما هم قبول نمی کردیم حجاب داشته باشیم. الان که دیگه کلی فرق کرده و کلی پیشرفت کرده و توی این شبی که خیلی شب تلخ و مهم و سختیه، جا داره بگم که باز میخوام بگم فقط تأکید، میفهمم که موضوع برنامه شما روی زنان هست، میفهمم که در ایران آپارتاید جنسیتی وجود داره. آگهی دیدم که توی یک موزه نوشته بودن بلیت برای توریست ها، برای افرادی که میان ببینن 40,000 تومان، برای کودکان زیر 6 سال و زنانی که حجاب کامل چادر دارن رایگان. خب این یعنی آپارتاید جنسیتی واقعا، یعنی لازمه که ما فوکوس کنیم روی مسئله زنان و حرف بزنیم، چون واقعا زنان نیمی از جمعیت ایران هستن که از بدیهی ترین حقوق خودشون محرومند و در این زمینه نمیتونیم مقایسه بکنیم با حقوقی که به هر حال مردها در ایران دارن، هرچند که اونها هم خیلی از حقوق خودشون رو ندارن. ولی باز اینجا میخوام امشب یاد بکنم از توماج صالحی عزیزمون و بسیاری از هنرمندان مرد، که مهدی یراحی نازنین، سیامک مسیح‌پور عزیز که شاعر عزیزی هست که همین
پری روز دستگیر شده و دوباره باید بره زندان. اینها هنرمندهای مردی هستند که کنار زنان و پا به پای جنبش زن زندگی آزادی ایستادن و دارن سنگین ترین بهاها رو میدن. با سپاس از همراهیتون. خیلی ممنونم از شما. اعدام بسست این هفته در اینجا به پایان میرسه. شما میتوانید این برنامه و برنامه قبلی رو در شبکه یوتیوب سازمان حقوق بشر ایران و یا در سایت آن مشاهده کنید. تا برنامه دیگر شاد و تندرست باشید.